رفقا سلام، چطورید؟ من محمد یزدانی هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جذاب دیگه از اپ کاربلدی. توی این ویدیو میخوام در مورد ریلز صحبت بکنم. برای بار سوم توی این مدت اخیر یه ویدیو باحال داریم این ویدیوه و میخوام از قابلیت‌های جدید ریلز صحبت بکنم. همونطور که مطلع هستید ریلز دیگه واسه همه فعال شد. الان همه میتونن ریلز بذارن و همزمان با این اتفاق اینستاگرام چند تا آپدیت، چند تا قابلیت جدید به این ریلز اضافه کرد که من الان داشتم تست می‌کردم به وجد اومدم. خیلی جذابه. چند تاشو میخوام بهتون بگم، چند تا که نه همشو میخوام بهتون بگم. 6 7 تا هست که بریم حالشو ببریم. اولین قابلیت در مورد آدیو و تمپلیت. یک سری ریلزای احتمالاً شما تو اینستاگرام میبینید و توی اکسپلورتون که معمولاً از سورس‌های خارجی هستن و شاید پیش خودتون بگید که وای چقدر زمان گذاشتن واسه ساخت این ریلز، چه عکسایی، چه ویدیوهایی و چه تدوینی. مثلا یه تدوینگر حرفه‌ای هم نشسته اینا رو تدوین کرده و کلی زمان برده. ولی خبر خوب اینه که با قابلیت یوز تمپلیت که خود اینستاگرام گذاشته روی این ریلزها، شما میتونید از همون تمپلیت و از همون آدیو استفاده بکنید، خیلی سریع و راحت تو زمان کم یه ریلز خفن و حرفه‌ای بسازید و منتشر بکنید. چجوری؟ بیاین روشش رو بهتون بگم. خب بریم سراغ آدیو تمپلیت که میخوام در موردش صحبت بکنم. این یه ریلزی که من دیدمش جایی و ازش خوشم اومده، میخوام یه ویدیو شبیه این بسازم. شما میتونید اینجا بزنید روی این موزیکه. اولی که یه سری امکانات اینجا هست، اینجا سیو آدیو داره که اگر سیو رو بزنید سیو میشه و میره همون جایی که پستاتون رو سیو میکنید، میتونید بعدا ازش استفاده بکنید، البته به شرطی که این موزیک تو ایران قفل نباشه. الان من یوز آدیو هم میتونم پایین بزنم، میبینید وارد صفحه ریلز میشه. البته این پیام که آورده همونه دقیقاً، منظورش یعنی که این موزیک تو ایران قفله و من نمیتونم استفاده بکنم. اما خب شما میتونید سیو بکنید واسه موزیکایی که قابل استفاده است بعداً داشته باشید. یه قابلیت جذاب دیگه تمپلیت. شما اگر اینجا باتریم داره تموم میشه، شما اگر وارد این تمپلیت بشید، اینجا یه گزینه یوز تمپلیت هست که میتونید بزنید، همون در واقع تمپلیتشو میاره که شما با اد کردن چند تا عکس و ویدیو شبیه اون ویدیو رو میتونید بسازید. من اینجا اد مدیا رو میزنم، چند تا عکس اضافه میکنم و در نهایت نکست رو میزنم. میبینید که یه ویدیو شبیه همون برای ساخته، نکست رو میزنم. اینجوری با این قابلیت یوز تمپلیت شما میتونید از تمپلیت ویدیوهای خیلی خفن و جذاب اینستاگرام استفاده بکنید و شبیه اونها رو بسازید. قابلیت بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم ریمیکسه. اینم جذابه، اینم خفنه، اینم باحاله. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی که در مورد ریلز صحبت کردم، چند وقت پیش گذاشتم، بهش اشاره کردم، گفتم اگر میدونید چیه توی کامنت ها برام بنویسید. ریمیکس قابلیتی که شما میتونید باهاش یه واکنش بدید به ریلزای دیگه، ریلزایی که میبینید توی اینستاگرام، و اون واکنش رو با همون ریلز منتشر بکنید توی ریلز دیگه. جالب شد دیگه، خیلی باحاله واسه ساخت ویدیوهای فان، ویدیوهای ریاکت و زمانی که مثلا میخوایم یه موضوعی رو اطلاع رسانی بکنیم و یه مطلبی رو بهش اضافه بکنیم و در موردش توضیح بدیم، خیلی کاربردیه. اینم بیام بهتون بگم چجوریه. ریمیکس هم قابلیت جذابیه. شما مثلا یه ریلز میبینید یه جایی، من این ریلز رو باز میکنم، ببینید این سه نقطه پایینش رو که بزنید یه گزینه اینجا نوشته ریمیکس. اینو اگر باز کنید دو تا گزینه میاد که نوشته with original video یا after original video، یعنی که شما ریاکت خودتون رو میخواین بعد از ویدیو قرار بدین یا همزمان با ویدیو قرار بدین. من اینجا with original video رو میزنم که همزمان قرار بگیره، حالا بعدش هم شما میتونید قرار بدین. این صفحه دو قسمت میشه و تصویر منم میاد اینجا، دوربین باز میشه که میتونم یه ریاکت در واقع صحبت، حالا واکنش، هر چیزی در مورد این ویدیو بدم و همزمان با پخش اون ویدیو صحبتی بکنم، یه ویدیو ضبط بکنم و اون خودش میشه یه ریلز که میتونم منتشرش بکنم. توی قسمت ریمیکس 4 تا در واقع آپشن داره که شما میتونید چینشش رو عوض بکنید. این کوچیک میشه میاد این بالا، اینجا هم تصویر بالا پایین میشه به صورت عمودیه. اما نکته جالبش این قسمته، ببینید من اگر این نقطه چینه رو بزنم تصویر خودم با اون هوش مصنوعی که داره اورش پیدا میکنه، حالا خیلی هم دقیق انجام نداده، و میاد روی اون ویدیو و اون ویدیو میره بک‌گراند. من اگر ضبطو بزنم اون ویدیو پلی میشه، من همینجا میتونم صحبت بکنم، تصویر خودم هم میتونم کوچیک و بزرگ بکنم، هر جایی که خواستم قرار بدم. مثلا یه ویدیو ریاکت خیلی جذاب میتونم اینجوری ضبط بکنم و منتشر بکنم. آپشن بعدی که اخیراً به ریلز اضافه شده و جایی هم ندیدم در موردش صحبت بشه،
ارسال لیز واسه دیگران همراه با یک واکنش از شماست. اینم خیلی جالبه. البته شاید واسه خیلیا فعال نشده باشه، واسه خودم روی یکی از اکانتام فعال شده که میخوام بهتون نشون بدم. وقتی که میخواین یه لیز واسه دیگری بفرستید، یعنی فوروارد بکنید واسه این نفر، میتونید، یعنی یه قابلیت اونجا هست که میتونید باشه ریاکت هم از خودتون در قالب یه ویدیو منتشر بکنید، یعنی بفرستید واسه اون که هم ریاکت شما رو ببینه همون ویدیو که براش فرستادین. اینم خیلی جذابه. خب این فوروادر ویلز با واکنش رو من اومدم توی پیج شخصیم چون اونور فعال نیست و شاید برای شما هم همین اتفاق بیفته. ببینید شما وقتی که فوروارد رو میزنید واسه یه ریلز، یه علامت اینجا اومده که شما میتونید این دوربین رو بزنید و وارد دوربین میشه، شبیه همون اتفاقی که توی ریمیکس افتاد، ولی دیگه اینجا نمیتونید منتشرش بکنید، فقط میتونید فوروارش بکنید. من اینجا در واکنش به این ریلز یه ویدیو ضبط میکنم اینجا، مثلا همینقدر یه چند ثانیه ویدیو میشه دیگه، همزمان این دوتا پلی میشن، بعد میتونم سنت تو بزنم و بفرستم واسه فالوورام. اینجوری شما میتونید فوروارد بکنید یه ریلزو و توی دایرکت اون طرف هم که ارسال میشه هم میتونه ریلز رو جداگونه ببینه، هم دوتا ویدیو کنار هم با واکنش شما ببینه. البته توی منوی سنت تو این اد ریاکشن ویدیو توی استوری هم هست که میتونید بزنید و توی استوریتون هم منتشر بکنید. دوتا قابلیت باحال هم به ریلز اضافه شده، در هنگام انتشار میتونید ازش استفاده بکنید، قبلا توی استوری بود، الان به ریلز هم اضافه شده. زمانی که میخواین یه ریلز منتشر بکنید، بذارید من برم توی قسمت ریلز. خب ببینید من یه تیک ویدیو میگیرم که حالا از قبل اینو دارم، من یه ریلز آماده هست، اینجا نکست رو میزنم. ببینید این بالا توی قسمت استیکرها، از این به بعد استیکر هم، اون استیکرهایی که توی استوری بود هم میتونید توی ریلز استفاده بکنید. الان ادیورز اومده اینجا واسه من که استیکر دیگه هنوز اضافه نشده، ولی استیکرهای کشویی، تعاملی، کوئسشن باکس، اون پل دو گزینه‌ای که قبلا بود توی استوریا، اینا همه قراره بیاد و میتونید استفاده بکنید. یعنی اگر یه پستی رو دیدید که یه دونه پول، یه دونه نظرسنجی روشه، تعجب نکنید، اینا قابلیت جدید ریلزه که میتونید استفاده بکنید. و قابلیت دیگه هم اضافه کردن متن، این که زمانی دلخواهش برید از کجا تا کجا اون متن نمایش داده بشه. اینم بهتون بگم، مثلا من اینجا یه متنی رو مینویسم، خب یه متنی من نوشتم، سلام رفقا به اپ کاربردی خوش اومدید، اینو میتونم روی ریلز بذارمش. حالا این سلام رفقا اون پایین اومده، بذارید نشونتون بدم با این اسیستیو تاچ. یه سلام رفقا اون پایینه که یه آیکون میتونم تب بکنم، تب میکنم و وارد ادیت اون متن میشم که اینجا میتونم زمانش رو تعیین بکنم، کم و زیادش میکنم. مثلا من میخوام 2 ثانیه اول این ویدیو، این ریلزه، این متن نمایش بده و بقیه‌اش دیگه نباشه. اینو میارمش رو 2، اینجا مثلا 2، روی 2 ثانیه نگهش میدارم و دان رو میزنم. حالا میبینید که اون متن فقط 2 ثانیه اول ویدیو نمایش داده میشه و بعدش هم میره پی کارش. اینجوری میتونید روی نقاط مختلف ویدیو، تایمای مختلف، متنای مختلف بذارید و ویدیوی باحال درست کنید، حالشو ببرید. مشابه همون چیزی که توی استوری بود، تازه از استوری هم باحال تره. قابلیت پنجم که میخوام در موردش صحبت بکنم لی اوت. خود لی اوت قابلیت جدی نیست، ولی دو تا آپشن ریلز توش فعال شده که میخوام بهتون بگم، اینم خیلی باحاله. شما وقتی وارد محیط ریلز میشید که گفتم هم این به اضافه پایینی میتونید بزنید، همین بالاییه، اینجا وارد ریلز بشید، دوربین باز میشه، یه لی اوت این گوشه نوشته کنار توی منوی کناری بزنید و تصویر دو قسمت میشه، یا حتی اینجا میتونید این قسمت رو وارد بشید، مثلا اینجا 4 تایی میشه. اگر این گزینه دو تا فلشی که اینجاست فعال باشه، کل تصویری که دوربین ضبط میکنه توی یه دونه از این قسمت ها قرار میگیره، اما اگر غیر فعالش بکنید، کل دوربین میاد روی کل اسکرین و شما فقط این قسمت که روشن هست رو میتونید ضبط بکنید. اینم واسه ساخت ویدیوهای فان جذابه. و اما قابلیت ششم و آخر که البته قبلا توی استوری یه اشاره‌ای بهش کردم، ولی خب گفتم اینجا دارم در مورد ریلز صحبت میکنم، اینم بهتون بگم خیلی جالبه. شما میتونید کامنت ها رو با ریلز پاسخ بدید و منتشر بکنید، یعنی یه ریلز اختصاص بدید به ریپلای یه کامنت، اینم جذابه. مثلا میخوام یکی از کامنت ها رو اینجا ریپلای بکنم، کامنت ها رو باز میکنم، اینجا مثلا یکی از کامنت ها رو ریپلای میزنم. ببینید اینجا یه علامت دوربین اومده، شما اگر این دوربین رو نداشتید و به جاش عکس پروفایلتون بود، یعنی این قابلیت فعال نشده واسهتون، صبر کنید تا فعال بشه. این دوربین اگر بود میتونید بزنید روش و ریلز باز میشه، میبینید که الان من تو ریلزم، صفحه ریلزم، اون کامنتم اومده، نوشته عالی، من میتونم جابجاش بکنم، بزرگ و کوچیکم میشه اگر دستم، بله بزرگ و کوچیکم میشه، و میتونم اینجا یه ریل ضبط کنم در قالب ریپلای به این کامنت و منتشرش بکنم. برای اون کاربرم یه پیام میره که فلانی کامنت تو با یه ریلز، با یه ویدیو ریپلای زده و برو ببینو از این حرفا. من اینجا میتونم ضبط بکنم که الان داره ضبط میکنه خیلی کوتاه،
بعد نکست رو میزنم، یه دونه کاور هم مثلا میتونم بهش اضافه بکنم، باز اون حالتی که توی متنم بود که بهتون گفتم زمانش رو میتونید تعیین بکنید، اینجا هم هست، میتونید زمانش رو تعیین بکنید که کجای ریلزه نمایش بده و کجا نده. اینم از این. نکست رو میزنم، دان و انتشار. خیلی جذابه به نظرم. اینم واسه اینکه بخواید ریپلای یه کامنت، در جواب یه کامنت یه چیزایی بگین که همه بدونن، یا در مورد یه کامنت توضیحات بیشتر بدین که همه بخواید بفهمن، اینجوری میتونین این کار انجام بدین. با این روش خیلی کاربردیه به نظرم. کاربرد دیگه ای هم اگر داره من نمیدونم شما میدونین، کامنت کنین ما هم استفاده بکنیم. همین و تمام. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو، از این قابلیت‌ها استفاده بکنید، ریزای خفن بسازید، منتشر بکنید. اگر دوست داشتید این ویدیو رو واسه رفیقاتون بفرستید، توی استوریاتون به اشتراک بذارید که همه ببینن و لذتشو ببرن. اگر هم تو یوتیوب هستید، پایین سمت راست ویدیو سابسکرایب بزنید، عضو کانال ما بشید، اینجا این پایین لایک رو بزنید، علامت لایک، و همین دیگه، لایک و کامنت و اینا رو بزنید، بترکونید که من خوشحال شم، انرژی بگیرم، ویدیوهای خفن بسازم براتون. دم همتون گرم، ممنون که تا این آخر با من همراه بودید. مرسی از توجهتون.